जाने केड़े खाब सजा बैठा तू मेरा ए मेरा ए खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे بگو ببینم حالش چطوره. خوبه. خب تو با کی اومدی؟ تو فکر میکنی با کی اومدم؟ ریکشا گرفتم اومدم دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ یه هویی حس کردم که نباید اونجا تنها باشم. مگه تنها بودی؟ خاله نزهت که اومده بود اونجا. خاله نزهت باهاش یه نسبتی داره، ولی من چی کارش میشم؟ جدن؟ الان داری به این فکر میکنی؟ اون روز که باهاش نشستی بعدش رفتی خونه زلیخا، اون موقع فکر نکردی چه نسبتی باهاش داری؟ منو ببخش نادیا، ولی خودت بودی که فکر کردی یه نسبتی باهاش داری. ببین من برات توضیح دادم، تو هم با احترام گفتی اشکال نداره. تو برای چی از اونجا رفتی؟ احساس گناه میکنی؟ ها؟ منظور چیه؟ من هم احساس گناه میکنم. همون موقعی که خواستم زلیخا هیچ وقت یوسفو نبینه و با عمران مقیس ازدواج کنه، دارم از خجالت میمیرم. همونی که فکر میکردم شد. تو چی کار کردی؟ چی؟ هیچی. تو هم داری مثل من از خجالت میمیری؟ آخه تو بیمارستان اصلا نیومدی، گفتی یه کم دیگه میای، ولی غیبت زد. چی کار میکردی؟ کجا رفته بودی؟ خب من اومدم خونه. اینجا اومدی چی کار کنی؟ چطور تونستی منو تنها بذاری و بیای خونه؟ نادیا گوش کن، من تنها نذاشتم، خانه نوسد اونجا کناره. داری دروغ میگی، منو پیش یوسف تنها گذاشتی. دلت برای خواهرت سوخت، گفتی که زلیخا که رفت و عروس شده داستانش تموم شد، داره؟ ولی یوسف هنوز مجرده، مگه نه؟ نادیا چرا حرف مف میزنی؟ چیه عصبانی شدی؟ مردمم هم همین فکر رو میکنن. تصور کن اگه یوسف از زلیخا ناامید بشه، اون وقت برای تسکین دردش به گزینه که دوم فکر میکنه تاج. بعد بیاد به تو بگه که من میخوام با نادیا ازدواج کنم، برای اینکه آروم بشم میخوام باهاش ازدواج کنم. اون وقت مردم چی میگن؟ اینو میگن که خواهر و برادر با همدیگه زلیخا رو از سر راهشون برداشتن. نادیا هم به هدفش رسید. مزخرفه، حرفات همش چرنده. نه نه اصلا چرن نیست. یه کاری، برو باهاش حرف بزن. نه تو حرف نزن، خودم حرف میزنم. درست نیست که تو حرف بزنی، خودم بهش میگم. من که اینجام، خودم میرم پیشش. همه چی نادیا بهم سیلی بزن. باید سر این قضیه سیلی محکمی بهم میزدی، یعنی اینکه هنوز یه جو غیرت داری، خونت به جوش بیاد. باشه برو بشین، من برات غذا بیارم، خیلی گرسنته. من گرسنه نیستم. محمد ببین واقعا خیلی از عکس خوشم اومد، نظر تو چیه؟ آره خیلی خوب بود. ببینم بریم پیش خواهر. چرا پیش اون بریم؟ بابا هی داره زنگ میزنه میگه پاشیم بیا. چرا باید بریم پیششون؟ این چه حرفیه میزنی؟ خب آخه یادت رفته دلش برامون تنگ میشه؟ باشه هر وقت فرصت شد میری میبینیش. میری میبینیش چیه؟ مگه تو نمیای؟ خودت میدونی که به بدبختی از دستش خلاص شدم. وقتی منم دلم تنگ شد خودم میرم میبینمش. خب اگه من تنها برم خیلی ناراحت میشه و دعوام میکنه، سوال میپرسه که چرا بشرا نیومد. بگو که بشرا مرده. لا اله الا الله، این چه حرفیه میزنی؟ چت شده؟ یعنی چی؟ چه حرف عجیبی زدم؟ نور محمد فکر کنم باید آخرش از هم طلاق بگیریم. اوف استغفر الله.
اگه همینطوری همش بخوای از خواهرت حرف بزنی، از این به بعد به جای استغفر الله میگی الحمدلله و مدام تکرار میکنی عاطفه رفت الحمدلله. خب حالا بشرا هم رفت، شکر الحمدلله. ببین نور محمد، اگه اینقدر از خواهرت جلوی من حرف بزنی، اون وقت منم همش از اون برات حرف میزنم. منظورت چیه؟ ولش کن، تو اصلا نمیفهمی. برو خواهرتو ببین. خواهرم بره به درک، دیگه وقتی میرم که تو هم دلت تنگ شده باشه. قول بریم غذا بخوریم. باشه. مامان زود باش بیا. چشمم روشن. کجا میری؟ خونه زنده ای. زلیخا رو برسونم. بدون اجازه من؟ با اجازه کی میخوای بری پیش اون زنده یه چش سفیدت؟ باید برم، چون قول دادم. قول؟ با این بی همه چیزا قول و قرارم گذاشتی؟ پس گوش کن، بدون اجازه من کسی پاشو از این خونه بیرون نمیذاره. سرشو میشکونم. اگه سر منو بشکونی منم سر اینو میشکونم. تو چی میگی این وسط ها؟ تو صدا تو بیار پایین، مامان داره حرف میزنه، تو ساکت باش. اجازه میدین مامان؟ همین که رسوندمش بلافاصله برمیگردم، اون وقت سر منو بشکونی. اجازه صادر شد. عمو کجا رفته؟ دکتر کارش داشت، رفت پیشان. تو خوبی؟ آره. تو برای چی رفتی؟ همینطوری رفتم، فکر کردم که دیگه خوب شدی. منم کم بوده خوابمو جبران کردم. خوب کردی، ولی اصلا خوابم نبرد. انگار اگه چشمام رو هم میرفت میمردم. قرص میخوردی؟ وقتی که قرص میخورم زلیخا هم یادم نمیاد. چیزی شده تا؟ پشیمون شدی؟ نکبت برای چی ولم کردی رفتی؟ نباید میرفتی. چطور نمیرفتم؟ دستم با دشمنان توی یک کاسه بود. اگه الان بیمارستانی همش به خاطر منه. وقتی هم که زلیخا رو بردن اونم به خاطر من بود. من به حاج آقا زنگ زدم، گفتم زلیخا توی خونه منه، بیاین ببریدش. خیلی اشتباه کردم، این حرف رو زدم. به دوستم خیانت کردم، اعتمادش از بین بردم. ولی به جونت قسم یوسف، من تقصیری ندارم رفیق. من خوب میدونستم که تو به زلیخا اصلا نمیرسی. به خاطر این رفتاراتم شک نکن کس دیگه ای گیرت نمیومد. یوسف من شبیرون.
حتما تاج اومده. بهش بگین امروز هیچ کسو نمیبینم. بیا عزیزم. نه اصلا. پس چرا ندیدیش؟ همینطوری دلم نخواست ببینمش. دلت نخواست یا یه چیزی تو دلته؟ باشه هر جور راحتی. بگو ببینم چیزی میخوری؟ نه. فراموشش کن. باشه فراموش نکن، ولی یه جوری یادش باش که به خاطرش گرسنگی نکشی. چشم. نظر در مورد نادیا چی؟ حرف بدی زدم؟ الان دیگه قبول کردی که من مادرتم. مادرها میتونن هر چیزی بپرسن. فقط بهتون احترام گذاشتم. ربطی به قبول کردن نداره. باشه ببخشید. ساعت 10 وقت داروته. قبلش یه چیزی بخور. که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. که دوستیتون تموم شده. این چه حرفیه که میزنی؟ یوسف نخواست تو رو ببینه تاج. کی بهت گفت؟ خب از قیافت معلومه. وقتی فهمیدی اون مرخص شده چطوری زود رفتی دنبالش؟ ولی چقدر ناراحت برگشتی؟ من خیلی خوب میدونستم که رفت و آمدت فقط 5 دقیقه طول میکشه. برای همینم برات چای درست کردم. بخور. کی بهش گفته؟ چی رو گفته؟ همین که تو به یوسف خیانت کردی و دورش زدی؟ فریبش دادی؟ خودم گفتم. بهش چی گفتی؟ من به حاج آقا زنگ زدم گفتم که زلیخا پیش ما اومده. اینم گفتم که بیاد ببرش. منم اونجا علکی یه ذره مقاومت کردم. همه اون کتککاری علکی بود؟ آخه اونو چطوری زدن تو زمین خوردی؟ فکرشم نمی کردم. چی به حاج آقا گفتی که زلیخا اینجاست؟ ازش پول گرفتی؟ چقدر گرفتی تاج؟ برای همینه. چی برای همینه؟ هیچ وقت تو تاریخ جنگ ها اینطوری نشده که
لشکر مردها از سپاه زنها شکست بخوره. پس این درسته که با مردها به جنگی حتما میبازی. خب زنها به خاطر زنها میبازن، به خاطر اون زنایی که فرار میکنن و میرن تو لشکر مردها میبازن. تو قضیه شما بشرا شکستتون داد، بابا هلکی برنده شد. کی تو رو شکست داد؟ عمه پروین. من نباختم، هنوز دارم می جنگم و تا می جنگم شکست نمی خورم. حالا اون ولت کرده یا بر می گرده؟ بر می گرده. پس میاد می برد؟ نه. بگو ببینم معنی این حرف چیه. اینجا باشی یا با اون، پس الان نقش چیه؟ خودم هیچ نقشی ندارم، فقط عمران مقیس همون عمران مقیس مونده. پس معنیش اینه که تو رو میبره دادگاه پیش قاضی یا میندازت به پای عمت و قبول میکنی که باختی. دختر عزیزم، مرد تو چه بخوای چه نخوای، یه شب که تو خونش بمونی جنگ زن تموم میشه. زن مثل پاکت نامه است، روش مهر بخوره تاریخ ارسالش معلوم میشه، دیگه فقط به یه آدرس میتونه بره، وگرنه دیگه ارزشی نداره. نامه تو ارسال شده دخترم. دخترم تو باید قبول کنی که شکست خوردی، وگرنه خودتو تو این بازی اذیت میکنی. بهتر خوب به حرفام فکر کنی. یه چیزی بهش بده بخوره، عقلش که اومد سر جاش، بهش بگو قبول نکردن شکستش به معنی پیروزی نیست. شنیدی مامان چی گفت؟ شنیدم. بازم داری میخندی؟ به اون حرف نامه و اینا، هنوزم همه زن و مثل نامه میدونن. مهر پست که روش خورد و تاریخ ارسالش معلوم شد، دیگه نامه مستقیم میره پیش عمران مقیس، درسته؟ حالا تو هم به مامان بگو من نامه یه پستی نیستم، عمران مقیس هم مهر پستی نیست. برو برو یه چیزی بیار بخوری. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من خیلی گشنمه. خب برو تو آشپزخونه، هر چی بود بردار بخور. پس الان وظیفه تو چیه؟ از غروب دارم اینجا جون میکنم تا مامان یه لقمه غذا بخوره، ولی بازم قبول نمیکنه چیزی بخوره. چرا؟ مثلا علتشو نمیدونی، برای خودت راحت گرفتی نشستی، همش داره اسم تو رو میاره و میگه گمشو نکبت، الهی زنت بمیره. دارم برمیگردم دبی. خاک تو سرت کنن، الهی بری زیر گل. نکبت به خاطر دختر عاطفه ما رو خار و ذلیل کردی، چقدر به من و خواهرت بد و میراه گفتن. مامان بس کن دیگه، اون دختر برادرته، شما هم عمشی. سر یه حرف کوچک این همه دعوا بپا کردی. خودت اینو ببین، تو این دعوا کیا از بین رفتن؟ زندایی فقط همین رو گفته بود که خواهر نور محمد قدش کوتاه، قیافش خیلی خوب نیست. بعد شما باش چیکار کردی؟ همه زیبایی درون تو ریختی بیرون و از بین بردی. اون گفته بود دیوونه است، شوهرشو کشته. اینو اون موقع گفتی وقتی که میخواستی بشرا رو برای دایی بگیری و وقت هم در بیاریشون. امروز که رفتی باهاش حرف زدی، تو اولین دیدار شدی وکیل وصیش؟ زلیخا رو رسوندم دم در و همون موقع برگشت، که همون لحظه آیده رو دیدم و جواب سرم هم ند. من میگم اونو طلاقش بده، زندگی رو به اون مادر و دختر زهر کن و خودتو خلاص کن. طلاقش بدم که خوشحال میشه، ولی به این فکر کنید که
من چی میشم؟ مگه دختر برات کمه؟ با یه بشکن 10 تاشون میان. دیگه اصلا مهم نیست. مادر از غرورش فکر میکنه یکی رفت و 10 تای دیگه میان. ولی پسر چی که فقط یک بار عاشق میشه. برو غذاشو بده. اگه یوسف بفهمه نمیاد دنبالت؟ دیگه برای چی بیاد؟ من که از دست رفتم، چرا یوسف باید بیاد دنبالم؟ به هر حال زلیخا یه شب تو اتاق عمران مغیث بوده. مامان راست میگه، زن این پاکت نام است. مگه نه؟ مهر که خورد و تاریخ ارسال که زدن، دعوا تموم میشه. دعوای من به خاطر اینه که چرا مردی که یه روز کامل و کنارش بودی پاکت نامه به حساب نمیاد؟ مامان اینم راست میگه که تو باختی، ولی باخت تو قبول نمی کنی. برای چی میخندی؟ برای این میخندم که شما دوتا منو بازنده تصور میکنی. خودم رو بی خیال نشون میدم و میجنگم که تو مجبور نشی همچین روزی رو ببینی. میدونی چرا شما دوتا از باختن میترسی؟ برای این که تو خونه بابایی، نونخور اون هستی. کدوم دختریه که تو خونه باباش زندگی نمیکنه و نونخور باباش نیست؟ مگه چند نفر باباشون با یکی مثل بشرا فرار کرده؟ یه حساب کن ببین چند تا هستن. چند هزار. خب با همچین بابایی زندگی نکن، نون خورش نباش. کسی که فرار کنه برای تو نیست. از ته دلم میگم، پدری که فقط به خاطر زن مورد علاقش دخترشو با مردی که دوست نداره میفرسته تو هجله عروسی. برو از اینجا، برو. برو چی؟ کجا بره؟ عزیز من، هیچ جایی برای رفتن نیست. برای امثال ما به جز خونه شوهر و خونه پدر هیچ جایی نیست. از اینجا که بریم، شوهر بقیه و پدر دیگران همینجوری نگاهمون میکنن. به همین دلیل اینجا بشینیم بهتره. من که خودم برگشتم، الانم هر جایی میرم، ولی اینجا نمیمونم. زلیخا، این خونه به اسم منه. خدا رو شکر کن که وقتی دفعه اول مچشو با بشرا گرفتم، شرطم برای بخشیدنش دادن این خونه به من بود. به اسم شما نیست. حمید به هم گفت اون سند مالکیتی که امضا کرده بودین، بابا دوباره اونو به نام خودش زده. شاید هم الان به نام بشرا باشه. درآمدت چقدره؟ میخوای بدونی؟ یعنی میخوای ازم پنهون کنی؟ نه بابا، چیو ازت مخفی کنم؟ هم خونم هم پولم رو فدات میکنم عزیزم. حالا میشه 15-20 لک ماهیانه؟ آروم بگو، وگرنه مامور مالیات میشنوه. چرا بوتیک بسته است؟ شاید حمید زودتر تعطیل کرده. نه حمید که تعطیل نمی کنه. یه لحظه، الان میام. سلام علیکم حاج آقا. و علیکم السلام آقای نور محمد. فکر کردم دیگه شما رو نمی بینم. بگین که چی شد یه دفعه مغازه رو خالی کردین؟ خالی کردم چیه؟ مگه خبر ندارین؟ آقا پسرتون می گفت دارین همتون به کلیفتون میرین.
کلیفتون؟ حالا بگیم ببینم، چای میخورین یا شربت؟ نه نه، من که الان خیلی سردم شده حاج آقا، ممنونم. فکر کنم چای بهتر باشه. پسر، دوتا چای بردار. نه نه نه، چای لازم نیست. چای لازم نیست. اینو بگین که بوتیک چند وقت بسته است. چی؟ دارین از من میپرسین؟ خودتون نمیدونین؟ یه لحظه صبر کنید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. برای چی گوشی حمید خاموشه؟ آقا پسرتون باهاتون در ارتباط نیست؟ نه نه نه، اصلاً اینطوری نیست. در ارتباطیم، یعنی بعداً بهم زنگ میزنه. ممنونم که خبر خالی شدن مغازه رو بهم دادین. لطفاً اگه میشه بهم بگین که چطوری این مغازه رو خالی کردن. آخه از مغازه شما دو برابر بزرگتره. چند روز طول میکشه؟ چند روز که طول کشید آقا. دو روز و سه شب. آقا پسرت فکر کنم 4-5 تا کامیون آورده بود. هر کدوم از جنسا رو توشون تقسیم میکرد. دیروزم از آقا پسرت پرسیدم که آقا جانت کجاست؟ گفتش که ایشون ازدواج دوم کرده. الانم رفته معسل. حالا بگید ببینم، خانمی که تو ماشین نشستن، ایشون زن اولتونن یا دوم؟ خدا حافظ حاج آقا. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرم رو به خاطر من بی آبرو کنه. به آجاقا نشون بده. اینا ببینیم، این هم زماره شماست دیگه آجاقا، درسته؟ یک کرور و 10 لک. قسمت نهو ببینین، امضای شماست. امضا که مال منه، یعنی که من دقیقا مثل امضای من زده شده. ولی من دارم بهتون میگم که اصلا چکه یک کرور و 10 لکی تو عمرم برای کسی نکشیدم. برای آجاقا یکم آب بیار. لازم نکرده آب بیارین. برای چی آب بخورم؟ خونم به جوش اومده. بعد شما میگی آب بخور؟ آج آقا برای همین میگم که آب بخورین. این کارت ملی رو هم ببینید. این کارت ملی کیه؟ برای پسرتونه. خب این الان یعنی چی؟ یعنی این که این پول پسرتون برداشت کرده. اگه مطمئنین که این چکو شما نکشیدین، پس قطعا این چکو پسرتون امضا کرده. شما چطور میتونین با یه امضای جعلی همچین مبلغی رو برداشت کنین و بهش بدین؟ پول من الان به باد رفته. حرفتون درسته. حرفم درسته؟ حاج آقا منظورم اینه که اگه شما بخواین میشه همه یه پولو برگردوند. خب برای چی حرف میزنی؟ پولمو الان برگردون. خیلی خب، پس شما علیهمون شکایت کنید، ما هم علیه پسرتون شکایت میکنیم. این تنها راهیه که داریم. این چراییه؟ خدایا بهم صبر بده. بشرا، بشرا، به خاک سیاه کشیده شدم عزیزم. همه چی ما از دست دادم. تو بانک فقط 3000 روپیه دارم و تو جیبم 6000 روپیه. باشه بیا آب بخور. ای بابا، هر جا میرم بهم آب میدن. تو بانک چی شده؟ دارم بهت میگم، دیگه تو بانک هیچ پولی ندارم. تو چی داری میگی؟ وقتی پولی از بانک در نیوردی چجوری پولات برداشت شده؟ بانک جیب کت نیست. همین دیگه. حمید امضامو جعل کرده. یک کرور و 90 لک از حسابم کشیده بیرون و فرار کرده. کجا رفته؟ برو بگیرش. کجا بگیرمش؟ گوشیشو خاموش کرده. خب عقل کل رفته پیش مادرش. نه اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. اونم چی بچه ای نیست. اتفاق به این بزرگی افتاده بعد میگی اینطوری نیست؟ نمیفهمم دیگه، نمیفهمم. بشرا همینو اصلا نمیفهمم. پسر من، حمید من، چطور میتونه با هم همچی کاری بکنه؟ چطور میتونه قبول کنه باباش بیفته گوشه خیابون؟ آخه اون داری کجا میری؟ مگه نمیگی حتما پیش مامانشه؟ دارم میرم ببینم میتونم اون خبیثو از اونجا بکشمش بیرون یا نه.
الو مامان منم حمید. آها حمید عزیزم، چطوری؟ کجایی؟ مامان اومدم دبی. دبی مامان. چرا دبی؟ چطوری رفتی اونجا؟ برای چی؟ مامان از خجالتم اومدم اینجا. اون روز که با عصبانیت چک زدین تو صورتم فهمیدم که چقدر خودخواهم. اونجا روم نمیشد، برای همین اومدم اینجا. بوتیک بابا رو هم فروختم، پولاشو از بانک بیرون کشیدم، الان یه قرونم تو جیبش نیست. ای دیوونه، چرا این کارو کردی؟ با خودم گفتم بابا همه یه عمر شماها رو اذیت کرده، الان من اذیتش میکنم. پول که نباشه مرد به فکر پول در آوردن میفته، عشق یادش میره. اگرم بابا به عشقش پای بنده بهش بگین عشق اصلا نیازی به پول نداره. ای خدا، فقط 60-70 هزار تاشو خرج کردم، بقیهشو گذاشتم تو بانک. فکر کنید امانت شما پیش منه. منم از فردا میرم سر کار، هرچی در بیارم براتون میفرستم. شاید اینطوری منو بخشیدی. خداحافظ. حمید عزیزم ببین چی میگم. حمید، حمید الو. اینم از این، پولاشم به باد رفت. نور محمد داری نابود میشی، عشق اصلا بهت نساخته. افتاده بودم اونجا، به هیچ وجه چاره‌ای نداشتم. عمه عین گاو به این پام زنجیر بسته بود. بعد همون شب ساعتهای 2 یا 2:30 بود که یکی در رو محکم کوبید. صدامو صاف کردم و گفتم کیه. 100% مطمئن بودم که عمران مقیس اومده بود. حدسم کاملا درست بود. خود نکبت عوضیش به هم جواب داد. منم عمران مقیس. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ اتاق خودمه، امشبم که عروسیمونه. پس چرا اونجا وایستادی؟ بیا اینجا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جنسش از الماس. خب حالا الماس باشه. تو چی هستی؟ برنز یا سنگ؟ دست و پای منو بستی و میخوای شب عروسی تو جشن بگیری؟ نه عزیزم، زنجیرها رو فردا باز میکنیم. مامان گفته فقط همین امشب. همین امشب؟ ای تاجر احمق، ناموس میخری که ناموس بفروشی؟ چی؟ به جای این که منو بفرستی پیش بابام، عمتو فرستادی پیش اون؟ نه عزیزم، باور کن قضیه دایی و عمه از خیلی وقت پیش تموم شده. دایی اصلا با مامانت خوشحال نبود. جدی؟ تو از کجا میدونی که خوشبخت نبود؟ شما دوتا مادر و پسر کامل از زندگی ما رو خراب کردی. ای بابا بس کن دیگه، یکم خودتو ببین. چند بار فرار کردی و رفتی پیش اون؟ تو این زندگی رو به باد میدی. تو واقعا خجالت نمیکشی؟ دختری که فرار کرده رو عروس خونت میکنی؟ دستور مامان جونته. لعنت به این دستور و لعنت به پسری مثل تو که گوش داد. خدا لعنتت کنه خیلی احمقی که برای خوشحال کردن مادرت این همه زندگی رو نابود کردی. مطمئن باش تو جهنم میسوزی. منو نترسون، چون من آدم ترسوی نیستم. باید بترسی عمران مقیس. تو داری خونت رو دلایی که شکسته شدن میسازی، نسلای آینده رو هم به فنا میدی. تو میدونی تقصیر مامان من چیه؟ یه بار وقتی که مامان داشت دروغ میگفت بهش گفت خواهر تو خیلی دروغ میگی. یه بارم در موردش گفته بود که قدش کوتاهه و خیلی قشنگ نیست.
از همون روز مامانت گفت که زندگی تو به باد میدم و نابودت میکنم. بعدش بابای من، اون با مامانم خوشبخت نبوده، 25 سال به بدبختی گذرونده، اون داشت دروغ میگفت. اینو بدون که تن مرد وقتی هوس یه زن دیگه میکنه اینطوری بهونه گیر میشه و حرفای تو رو میزنه عمران مقیس. بعدش من با کسی از خونه فرار نکرده بودم، فقط دارم با تصمیمم میجنگم. دل میرا کملا ہویا جانے کیڑے خواب سجا بیٹھا تو میرا اے میرا اے خود نو لارے لا بیٹھا میرا روم روم خالی. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.